دوستان عزیز درود ویژه دارم خدمت همه شما دوستان و عزیزان و سروران اتفاق اتفاق مهمیه بعد از اینکه آقای رئیسی طبق قولهایی که داده بودن به آقای سعید محمد که نمیان در عرصه انتخابات و طبق هایی که ساخنگوهاشون و اینا در این مدت گفتن که آقای رئیسی بجز قوه قضاییه به جای دیگری فکر نمیکنه و بعد از اینکه ما همه فکر میکنیم سفرهای استانی ایشون به خاطر محض رضای خداست کاری ندارن و بعد از اینکه ایشون هم بیانیه دادن و گفتن به خاطر این فشار مردمی منظور اون مافیای زد و اصولگرا در رأسشون پسر پسر که نه داماد حداد عادل ها گفتن من اومدم در میده اونم به عنوان مستقل که ما فهمیدیم همه مستقلن خیلی فشار از در 24 ساعت گذشته روی آقای سعید محمد همون مردم یعنی جریانات زدوبند های جناهی روی سعید محمد گذاشتن در تمامی رسانه ها چه اصولگرا چه استاطلب اتحاد ایناست دیگه همشون با هم متحدن با همدیگه همه متحد شدن تصاویر سعید محمد رو از بین کاندیداها حذف کردن و فشارهای گسترده خیلی جالب بود من دیدم اصلاح طلب انقدر خوشحال شدن از حضور آقای ابراهیمی ابراهیم رئیسی که تصویر آقای ابراهیمی رئیسی رو حتی از کاندیداهای خودشون هم درشتر تو روزنامه هاشون گذاشته بودن میگه خود بعد آدم باهوش باشه دیگه چرا اصلاح باید تصاویر آقای ابراهیم رئیسی رو دراشتر از تصاویر کاندیدای خودشون بزنن خب بعد از همه اینا و فشارها خب ما هم یه خود نگران بودیم و اومدم هم اعلام کردم دیروز تو برنامه که آقا آقای رئ... سعید محمد تکلیف ما رو روشن کن میخوای تا آخر بمونی نمیخوای بمونی ما بدونیم اینجوری نباشه که شما مثلا وسط را برید کنار و اینا و خب فشارها روی آقای سعید محمد از طیف به بماننده کسانی که عاشق ایشون هستن که بیاد و به عنوان یک جوان نخبه مملکت رو بخواد بسازه زیاد شد تا اینکه در دو ساعت گذشته آقای سعید محمد رسما بیانیه ای صادر کردن ستادهاشون خودشون یک خطی نوشتن برای ستادها و ستادها یک بیانیه‌ای رو تنظیم کردن که بیانیه رو با هم خواهیم خون که محمد محکم و استوار در صحنه میمونه البته تو همون ساعت‌های اول رئیس ستاد ایشون آقای مهندس دوستی اومدن و فوری یک توییتی زدن که استوار ایستاده این و خود آقای سعید محمد اینو به اشتراک گذاشتن در این دستنوشتشون هم برای ستادهای خودشون میگن با قدرت میمونیم سحر نزدیکه و به این مسیر ادامه خواهیم داد و نمیخوان بکشن کنار و خب ما وظیفه داریم تا آخر پشت آقای محمد وایسیم و مطمئن باشید اگر خودش محکم وایسه ما انتخابات رو به دور دوم میکشونیم مهم نیست بخشی از بی ها رأی ندن ما جایگزین اون بی های موسوم به انقلابی ما تا جایی که بتونیم قشر خاکستری رو جذب میکنیم و سعید محمد تنها چهره ای است که از طیف های انقلابی توانایی جذب قشر خاکستری داره که اینا به حساب خود نظام هم رفته بشه واقعا وقتی که شما هر کسی که در سید محمد داره پیام میده بی حجابه اصلا مال نظام نیست داره برای سلامتی آقای خامنه ای هم دعا میکنه اینا داره تو حساب اصل نظام ریخته میشه و خیلی اینا نمیفهمن به هر حال ستاد آقای سید محمد بیانیه‌ای که منتشر کردن اجازه بدید بزنم بله میگه که محمد تا آخر راه میماند تیم انتخاباتی محمد ضمن احترام به همه کاندیدای محترم جریان انقلاب اسلامی احمد آقایان جلیلی رضایی رئیسی قاضی زاده زرقامی زاکانی مصممتر از گذشته برای ایفای نقش تحول خیلی جالب آقای زاکانی که جز نماینده مجلس تا الان کاری ای نبوده ایشون تایید صلاحیت بشه وقت سعید محمدی که این همه جاده ماده ساخته <applause> من واقعا اگر در جمهوری اسلامی سعید محمد رد صلاحیت بشه واقعا بیشک مرسی کل این بازی رو گذاشت گنار در بازی انتخابات و واقعا یک توهین گسترده ایه میگه که قاضی زاده زرگامی زاکانی میگه مسممتر از گذشته برای ایفای میگه با احترام به تمام این افراد مصممتر از گذشته برای ایفای نقش تحول آفرینی خود در کشور عمل خواهد نمود و قراری دقت کنن آقا اینی که میگن آقا رئیسی اومده آقای سعید محمد بره کنار و قراری بر حمایت از سایر کاندیدا ندارن آقای سعید محمد اون موقع شما تف... در حقیقت تفسیر به مطلوب میکنید صحبت های طرف ایشون برگشته میگه که آقا جان اگه آقای رئیسی بیاد بخواد کمکش میکنیم اگه بخواد الان هم میگیم آقای رئیسی اگه خاستی بگو خودمون حواده داریم <تص> آقای سعید محمد اینو که گفت من میکشم کنار اصلا معنی آقای سعید محمد گفت آقا کسی از من اصلح تر باشه و اقبال بیشتری داشته باشه به خاطر جریان انقلابی میکشم کنار آقای ابراهیم رئیسی در شرایط کنونی مملکت اصلا اصلح نیست حالا هم که نقش درستی رو در قوه قضایی ایفا کرده بود ولی قوه قضایی رو به سرانجام نرسونده وسط کار ول کرده ما چطور الان به کسی اطمینان بکنیم حکم رهبر این مملکت نگاه ما پادشاه این مملکت نگاه خودشون ولایت پذیری رو رها کرده و کامل نکرده شما الان قوه قضاییه کاراش درست بوده ولی آیا قوه قضاییه الان به سرانجام رسیده که آقای ابراهیم رئیسی مثلا دق دق من شدن شوق خدمت گرفتن مثل این میمونه که الان من مثلا بعد خانمم بگه برو نون بخر بعد من رفتم نون بخرم وسط نون خریدن یارم بیفته که آقا جان الان دو چرخم باد نداره برم مثلا دو چرخمو باد کنم آیا من نون خریدنی که الان برای خانومم وظیفم بوده و خانومم به من دستور داده برو خون نون بخر آیا به سرانجام رسوندم که حالا نگران دو چرخه خانومم شدم برم باد کنم خب دو چرخه خانومم باد میکنم یا میگم و دو چرخه باد کردم خانومم آیا حق نداره من میگم عزیزم به عشق تو رفتم دو چرخه باد کنم خانم من حق نداره بگه تو آیا اون خاص اگه تو منو دوست داشتی خاص ولی منو انجام میدادی بعد برای خود شیرینی کار دیگری میکردی امید جان غیر از اینه حالا من منو فرستاده نون بخرم من برای خود شیرینی رفتم دو رو باد کردم بعد میام میگم خب من دو باد کردم میگه بابا تو حرف اول منو به سرانجام رسوندی حالا اینجا حکایت آقای ابراهیم رئیسی است ولی چی ما باید بکشیم کنار مگه ایشو الان تو همون قوه قضاییه به سرانجام رسونده بگیم آره آقای ابراهیم رئیسی دمش تو قوه قضاییه به سرانجام رسونده اومده ایشون در قوه قضاییه روند مثبتی داشته به سرانجام نرسونده که کار را که کرد آنکه تمام کرد اینا رو دیگه نیاکانمون بهمون یاد دارن کار آن کسی کرد که تمام کرد ایشون اومده یه مسیری درست رفته حالا از الان به بعد ولش کرده پس <تصفح> اصلح نیست از نگاه ما اسلحه نیست اسلحه در نگاه ما جوان نخبه است که میتونه مملکت رو جمع کنه آقای سعید محمده در از نظر اقبال هم با سعید محمده پشت آقای ابراهیم رئیسی نه یک طیف باندهای مافیایی زد و بندهای جناهی اصولگرا مگه مردم از آقای ابراهیم رئیسی خواستن بیاد نه همه میدونن همه میدونن یک طیف جریان آقازاده ها همچون داماد حداد عادل ها که حالا بازش خواهم کرد اینا رفتن زیر پای آقای رئیسی نشستن یه عده رؤسای سنفایی که لفت لیست دارن و کلی هم وام های بانکی طلب چیز دارن آقای رئیسی تو اصلا اینایی که ازت دفاع کردن بخششون رو باید بندازی زندان به جای که بندازی زندان اینا هم ترسیده بودن دیگه دیدن رئیسی داره روند درستی رو میره گفتن نکنه فردا رئیسی ما رو بندازه زندان کسی ازش دفاع کردن همشون به دهکار بانکی هن. دهن ما رو واره کنید اون همایشی که آقای حداد عادل با داماد عزیزشون راه انداختن که آقای رئیسی بیا بیا بخش قابل توجهی از این کار کسانی که سنفای مختلف اونجا بودن بخش قابل توجهی از این حامیان جدی آقای رئیسی به دهکارهای بانکی هن چجوری بگم بهتون شما آقای رئیسی برم شما باید این رو زندان نه اینکه به خواستشون بیای تو میدون <applause> آقای خیلی به من میگن حمله نکنی به آقای رئیسی نمیتونم <applause> راه نداره یعنی اصلا با حمله نمیکنم حقایقو به خدا ایران قسم به جان مادرم من اصلا حمله به آقای رئیسی نمیکنم دارم حقایقو میگم ببین من از ارتباطی با داخل کشور دارم تو این داستان ها نه پولی از کسی میگیرم من حقایقو دارم میگم اگه چرندم میگم یکی بزنه تو دهنم میگم آقای رئیسی تو قوه قوی رو به سرانجام رسوندی نه خب من کسی که چیزی رو به سر انجام نرسونده چجوری بهش اطمینان کنم رای بدم بعد میگم که آقای رئیسی شما به خواست کی اومدی تو داستان به یک سری آقازاده که بازش خواهم کرد آقازاده هایی که همایش گذاشتن گفتن شما بیایید بعد در کنارشون هم رؤسای اصنافی بودن که بدهکار بانکی هن. که بعضی هاشون این بدهکاری های بانکی رو تا الان نپرداختن شما به جای در که در قوه قضایی دنبال این بدهکاری بانک شما تو تمام این سالات موفق شدی بخشی از کسانی که فساد تو قوه قضاییه دارن و چیکار کنی دستشون رو رو کنی دمت گرم ما هم داشتیم تشویقت میکردیم شیر میدان بشی همینجوری مسیر رو بری نه اینکه ول کنی قول خیلی شیر بشی یه فکر کنی ما مثلا گفتیم بفرما کرسی ریاست جمهوری که خب تخریب نمیکنم قربونت برم حقایق دارم میگم دارم حقایق رو میگم الان آقای رئیسی میخواد بیاد آیا میدونه که الان وضعیت زیرساختهای کشور چیه یک جوانگویی شما وقتی که یک جوان نخبه که تو عمل درس پس داده این ببخشید غیر عقلانی نیست، غیر منطقی است شما یک جوانی رو دارید تو میدان آقا همه این چیزایی که الان قرار همه وعده بدن سعید محمد کارنامه شه چی رو با چی میخوایم عوض کنیم خب در ادامه تو بیانیه یه ستات های آقای سعید محمد میگن که بله ما قراری برای حمایت از سایر کاندیدا نداریم نمیخوایم به خاطر حمایت از کاندیدای دیگه بریم کنار خب و قراری بر حمایت از سایر کاندیدا ندارد آقای سعید محمد و در ادامه میگه دکتر سعید محمد به عنوان یک نیروی مؤمن انقلابی و متخصص و دارای تجربه سی ساله در عرصه های مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، تجاری، انرژی، ارتباطات چیزایی که الان ما میخوایم. یه مشکل این مملکه الان بحث ارتباطاتیه یه بحث دیگه تجارته، بحثه انرژیه بحث کشاورزی تمام اینا ایشون سی سال ببشی کارنامه داره مثلا نیازیست وعده بده کارنامه داره تجربه کار داره فهم کارو داره خب میگه که برای غیره برای گرفتن سکانداری دولت سیزدهم هم پا به عرصه انتخابات گذاشته بدون شک پیروزی جبهه انقلاب در سایه وحدت رو خواهد داد دقت کنید اما با اینکه اولین اولویت دکتر سعید محمد هم پیروزی جریان انقلاب است ما هم همینه حتی ما میگیم جریان اقتدارگرا اما درباره سیاست رسانه و کنشگری یاران محمد در روزهای آینده چند نکته های از اهمیت است یک دکتر محمد هیچ سابقه از عضویت یا فعالیت در گروه ها و احزا و دستجات سیاسی ندارد نمیتونسته داشته باشه نظامی هستن ایشان برخلاف دیگران که ادعای مستقل بودن دارند دقت کن تیکر اومد ایشان برخلاف دیگران که ادعای مستقل بودن دارند، به معنای واقعی به صورت مستقل از جریانات سیاسی موجود وارد عرصه انتخابات شده اند که این بزرگترین امتیاز ویژه وی می باشد و واقعا هم همینه ایشون که از سپاه اومده به عنوان کاندید سپاهی نیست آقای سلامی رئیس سپاه رسما گفتش که آقا ما از هیچ کاندیدای حمایت نمی کنیم تازه این که حالا خوبه آقای جوانی و حاجی زاده و اینام که اومدن به دروغ گفتن که اصلا متخلف و فلان و زیرا بشه زدن والا این بدبخت اسمش سپاهی الان در رفته بقیه دیگران همه عاملی توی سپاه دارن که ازشون حمایت داره میکنه از جمله آقای حاجی زاده آقای حاجی چی بود نامش یارو شیخ حاجی <applause> بگید من انقدر بهش این حمله کردم <applause> <تصفح> اسمش یه هم صادق... صادق حاجی <تصفح> صادق حاجی <تصفح> حاجی صادقی عاشقتونم <تصفح> قاطی کردم حاجی صادقی <تصفح> اسم آدمای کوچیک اسمشون نمیچرخه تو دهن چطور مثلا سعید محمد و من همیشه اسمش مثلا درست میچرخونه و این سا... حاجی صادقی اینا مثلا تو سپاه پاسداران اه... حامی مثلا آقای قالیباف و آقای رئیسی هست ولی الان اسم بنده خدا سعید محمد به عنوان سپاهی واقعا دقیق دارم میگم سعید محمد تنها کاندیدای مستقل داستانه و جریان سومه و میگه که به معنای واقعی و به صورت مستقل از جنت سیاسی موجود وارد عرصه انتخابات شده که این بزرگترین امتیاز ویژه وی میباشن در نکته بعدی میگه که وحدت تنها در سایه همدلی و خاص و مطالبه همه افراد جبهه انقلاب که در انتخابات شرکت کردن رقم خواهد خورد بدون شک مطالبه وحدت به صورت یک طرفه توسط رسانه های یارن محمد خروجی مناسبی نخواهد داشت آفرین آفرین این خیلی نکته مهمیه میگه بدون شک مطالبه وحدت به صورت یک طرفه توسط رسانه های ماها هواداران محمد خروجی مناسبی نخواهد داشت نمیشه ما بگیم آقا وحدت وحدت بقیه کار خودشونو کنن نه وحدت در کلمه رو یاد بگیریم وحدت در کلمه همون جنبشی است که برای سعید محمد رخ داره بی و باهجاب میگن اقتدار ایران درود بر آقای خامنه بر عزت ایران این وحدت در کلم است وحدتی که دیگران دارن وحدت در صد بندهای جناحی است نقربتون برم خیلی با من میگن آقا تا الان بیا وحدت کن با بقیه من با صد بندهای جناحی وحدتی نداشته ندارم و نخواهم داشت حالا اگه فکر میکنی نفوزی هم اومدم بین اتحاد نداشته شما بچه انقلابی ها رو به هم بزنم دیگه خود دانید یه زمانی هم هوادهی رضا پهلوی همین حرفا رو تف میدادن آقا ما امید اومده بین اتحاد ما رو به هم بزنید شما اتحاد دارید الان از اول انقلاب اتحاد نداشتی بعد از منم که از بین جریاناتون اومدم بیرون هنوزم اتحاد ندارید چه اتحادی اتحاد و وحدت باید در کلمه باشه در نگاه باید باشه نه در زد و که خب میگه نقطه قوت دکتر محمد تخصص ایشان در عرصه‌های مختلف اجرایی میباشد لذا ایشان را با توجه به این سابقه منحصر به فرد اصلح تر از دیگر عزیزان شرکت کننده جبهه انقلابی در رقابت انتخاباتی میدانیم پس بران عهد که با ایشان بستیم تا آخر ببین این حرف جدی است آقا سعید محمد یا رئیس جمهور میشود یا نمیشود یا اصلا رد صلاحیت میشود والا من نمیخوام با سعید محمد فامیل بشم جدی دارم میگم واسه همین همچی میگن تو دفاع میکنی نه قربان دفاع دارم از حق میکنم دفاع دارم برای کشورم میکنم قرار نیست داماد دختر نداشته یا آقای سعید محمد بشم که همچی اومد به بفهمی دارم. هرس میخونم به خاطر مملکت آقا ما الان جو سعید محمد جوان نخبه ای داریم که این شاخص ها رو داشته باشه جوان نه اصلا پیر نخبه داریم الان تو بین این کاندیداها اصلا جوان و پیر رو بذار کنار آقا سعید محمد 90 سالشه 90 سالشه سنشم هم از همه اینا بیشتره ما الان بین بقیه کاندیده ها چه پیر چه جوان که الان بزنم به تخت هم, هم پیرن عموما به جز قاضی زاده آیا ما بین اینها شخصیتی رو داریم که انقدر تکنوکرات نیروی انقلابی باشه که کار کرده باشه و واقعا این همه تجارب و این همه دانش های علمی و مدیریت داشته باشه یکی از که بزرگت ما در این سالها ها به برنامه های من نگاه کنیم شش سال گلوی خودمون رو داریم پاره میکنیم که آقا سوء مدیریت داریم این کشور حالا یارو آقای سعید محمد مدرک ایگ مدیریت جهانی رو داره و تو عمل حالا این مدارک رو میگه آقا بذار در کوزه آبشو بخور بله بذار در کوزه آبشو بخور ولی در میدان عمل بابا این همه زیر ساخته خب معلومه باید ازش دفاع کنیم معلومه باید برای شمشیر بزنیم در ادامه میگه هدف ما از حمایت از دکتر سعید محمد اجرای مطالبه و فرمان سریع حضرت آقا مبنی بر تشکیل دولت جوان انقلابی و حکمرانی هوشمند و مدیریت تحول است آره الان برید با این پاتال هایی که جمع شدن چه اصولگرا چه اصلاح طلب با اونا حکمرانی هوشمند و مدیریت تحول خواه حکمرانی هوشمند و مدیریت تحول خواه فقط در شخصیتی میتونه رخ بده که این کار عملا انجام داده باشه تو حوزه کاری خودش سعید محمد وقتی که اومد تو قرارگاه خاتم الانبیا نزدیک چند نفر پنج هزار نیرو رو گویا پنج هزار نیرو دوستان پنج هزار تا یا نزدیک هفتصد نه نفر شیکست نفر پنج هزار تا یه دیگه, دیگه بود نیروی بله 500 نیرو بله 500 نیروی قدیمی رو با نیروهای جوان نخبه کاربلد دگرگون کرده این آدم میتونه پس این آدم حداقل در حوزه کاری خودش این کاری کرده میگه که دکتر محمد تاکنون برنامه خود را به صورت سریح و آشکار مبنی بر حکمرانی هوشمند و تشکیل دولت جوان انقلابی و تحول و تحول خواه ارائه داده راست میگه تنها کسی که تا برنامه هم ارائه داده آقای محمده و دیگر عزیزان در مقابل این مطالبه سریع امام جامعه تنها سکوت کردن آقا برنامه هاتون چیه؟ حالا ما میگیم برنامه رو باید برنامه نویس بنویسه ولی برنامه نویس هم ندارید بالاخره باید یه فهمی داشته باشید از داستان تازه بنویسه توانایی اجراشو مگه داری من میگم کسی رو ما داریم که هم میتونه برنامه بنویسه هم میتونه برنامه رو طراحی کنه و هم اجرا کنه و اینایی که ما میگیم اینا ادعا نیست اینا کارنامه مونه کارنامه آقای سعید محمده مثل میمونه من اصلا مثلا میخوام یه جا بشینم میخوام بگم من بلدم اجرای برنامه کنم دیگه ادعا نمی کنم به جای ادعا سه هزار خورده برنامه که تا حالا ساختم میزنم جلوی طرف میگم آقا این مدل اجرای منه یک تنه میتونم 6 7 دیالوگ کنم میگم دیالوگ مونولوگ کنم همون شده رفت این دیگه ادعا نیست این دیگه کارنامه است سعید محمد کارنامه است و کارنامه رو ما با ادعای ادعی که قبلا هم ادعاشون رو بهشون اطمینان کردیم و رأی آوردن و اومدن و دیدیم میخوایم با چی رو با چی عوض کنیم الان مرتی که اساق جهانگیری هم اومده وسط حتی برنامهش اینه که همه فحشا رو به خودش جلب کنه به خاطر دولت ناکارآمد آقای روحانی که لاریجانی دولت سوم روحانی رای بیاره و حالا با حماقت هم که امیدوارم در ادامه را جبهه انقلاب یه خود هوشمند باشه و به خاطر سعید محمد بکشه کنار ولی بحث انقدر غم که من از الان دارم بهتون میگم الان رد صلاحیت سید محمد پنجا پنجا شد با حضور رئیسی رد صلاحیت و ترسیدن اینا خیلی ترسیدن مافیا از سید محمد اصلا نمیذارن به انتخابات برسه تفلک و رد صلاحیتش خواهند کرد احتمال قوی میگن لذا بنا بر این دلایل بنا بر این دلایل متقن و آشکار هر گونه بحث از وحدت آه خوشم بیانی بیانیه ستادشونو حل کردم لذا بنا بر دلایل متقن و آشکار هر گونه بحث از وحدت با دیگر عزیزان جبهه انقلاب بدون توجه به این اصول و مبانی برگرفته شده از دستورات سری رهبر انقلاب و امام جامعه معنا ندارد آقای سعید محمد و تیم ستاد انتخاباتیشون رسما ببین خوشم اومد تعارف بذارید کنار اتحادی با شما ها نداریم اتحاد معنا نداره اتحاد بر سر چی بر سر اینکه 5 تا صفر بشینیم با هم اتحاد کنیم که با صفریم که داشتتون چیه سعید محمد داشتش این همه کارنامه قویشه داشته شما چیست به جز یه مش حرفه سیاسی بدون پشتوانه کار عملی معلومه نه اتحادی با تو ندادیم اتحاد فقط یه جور معنی داره پشت سر سعید محمد صف بکشید تنها اتحاد پشت سر سعید محمد صف کشیدن را ما میفهمیم هیچ اتحادی دیگه یا نه با آقای رئیسی داریم از الان دارم میگم نه با آقای جلیلی داریم نه با آقای زاکانی داریم نه با آقای محسن رضایی داریم نه با هیچ شخصیت دیگری اتحاد یعنی ما یه اتحاد رو میفهمیم رئیسی و جلیلی و بقیه بیا میگن آقا جان ما پشت سعید محمدی اون معنی داره ما هم سر چه چیزی اتحاد کنیم من میگم سعید محمد اینقدر کارنامه داره هم اومی اتحاد با هم نذایی خب اتحاد که چی مثلا ما اتحاد کردیم آقای رئیسی یا آقای جلیلی هم مثلا انتخاب شدن حالا جلیلی که اصلا امکان نداره اینقدر که دافعه این جریان زیاده که رای نمیاد حالا باز من به نظرم بینه باز جلیلی و رئیسی اگه قرار رو انتخاب کنی من پشت جلیلی وای میسم <applause> جدی دارم میگم باز جلیلی توانمندتر از آقای رئیسی است یعنی یادتون باشه یعنی باز بین این دوتا جلیلی اسلحتره تره یعنی اول از همه تو بین اینا آقای سعید محمد اسلحه دوم جلیلی اسلحه این آدمت به حق بگه جلیلی محره خوبیه من یعنی حالا خیلی به من میگن چی کار میکنی چی کار نمیکنی اگر مجبور بشم هرچند هواداران چندشاور و ابله و بیبسیرت آقای جلیلی واقعا دافع ایجاد میکنن و حالا آدم بد میکنن ولی در نهایت من مجبور شم بعد دو, دو, دو تا چهارتا کنم ولی اگر من بخوام پا بزنم میدون به هیچ عنوان از رئیسی دفاع نمیکنم در تمام این سالام از رئیسی دفاع کردم ولی در ارتباط با انتخابات نه چون باز جلیلی رو بهتر میدونم ولی الان مسئله اینه که این عزیزان کارنامه به مانند آقای سید محمد قوی ندارن اینا باید برن پشت سید محمد و تنها آخر جالب بود اینجا دم بچه های صداد سید محمد گم حال کردم میگن که لذا بنابر این دلایل متقن و آشکار هر گونه بحث از وحدت با دیگر عزیزان جبهه انقلاب بدون توجه به این اصول و مبانی برگرفته شده از دستور سری رهبر انقلاب و امام جامعه معنا نداره میگه ما الان با شما آقای رئیسی و جلیلی بخوایم اتحاد کنیم معنا نداره اگر مبنای مسخنان آقای خامنه ای اتحاد با شما رو ما نمیفهمیم چون بر اساس صحبت های خامنه ای شما دارای اون شاخص هایی که آقای خامنه ای گفته که اوتو کشیده نباشید و جوان باشید و مرد عمل باشید شما هیچ کدومتون سعید محمد نیستید پس برای چی سعید محمد باید با تو اعتلاف به وجود بیاره در دو پاراگراف بعدی میگن که ما در موازه رسانه خود صرفا به همدلی با دیگر کاندیدای جپه انقلاب اکتفا خواهیم کرد باز دمتون گم همدلی خیلی فرق داره تا با اتحاد و با قدرت و انگیزه بیشتر در مسیر خود به صورت مستقل تا تشکیل دولت جوان انقلابی حرکت خواهیم کرد چرا که با معرفی آقای محمد به آهاد جامعه مردم به وی تمایل بیشتری نسبت به سایر آقایان خواهند داشت دقیقا با تایید صلاحیت سعید محمد چنان فضا رو تو دستمون میگیریم و خواهید دید برای همین هم رد صلاحیتش میکنن میترسن اینا جرأت ندارن رقابت کنن با یک کسی در حد و اندازه سعید محمد میگه که به سایر آقایان خواهند داشت اکثر آقایان به عنوان شخصیت ها شخصیت های مد نظر حاکمیت تعریف میشن و مردم از این امر استقبال نخواهند که والا من دیگه خسته شدم از این چهره ها دیگه خود امامای جمعه شون دیگه, دیگه مال پردیسان قوم بود با آقای جلیلی آقای لاریجانی بمونید سر جاتون خسته شدیم ازتون یعنی من از چهره های تکراری تازه من یه دل خوشی داشتم به آقای رئیسی که اونم از ما افتاد یه قوه قضایی مسیر درستی داشت میره همون تموم نکرده ولش کرد خسته شدیم بر چی باید به شما رأی بدیم میگه و در نهایت آقایان جلیلی رئیسی و غیره به دلیل عدم توان گوش خیلی عاشقتونم عاشقتونم بچه ستاد دمتون گم میگه <تصفح> میگه و در نهایت در نهایت آقای جلیلی آقای رئیسی و غیره به دلیل عدم توان توان در جذب آرای خاموش جامعه میگه آقای جلیلی و رئیسی توانایی ندارن جذب آرای خاموش کنن عدم توان در جذب آرای خاموش جامعه به نفع وی کنار خواهند رفت تا دولت جوان انقلابی توسط این نخبه انقلابی تشکیل گردد آفرین بیانیه یه تیم سعید محمدی نمیگه در نهایت آقای رئیسی و آقای جلیلی هستند که به خاطر اینکه دغدغه دق انقلاب دارن مطمئنا برای آقای سید محمد کنار خواهند رفت البته خبرهای حاکی از آن است که آقای رئیسی نیز با توجه به حضور علی لاریجانی و احتمال تقریب جدی وی قراری به ماندن تا پایان انتخابات ندارد و ماندن ایشان به نفع جریان انقلاب اسلامی و شخص ایشان نیز نمی باشد خب البته من یه چیزی بگم خیلی دلخوشن که رئیسی برای سعید محمد میره کنار این احتمالش کمه آقای رئیسی میماند و من با این بخش بیانیه تیم ستاد آقای محمد همراه نیستم میماند تحلیل دیگری دارم و اگر به نفع کسی بخواد بره کنار به نفع سعید جلیلی میره ولی ما با قدرت با همه این موانع به یاری اهورامزا قطعا اگر ایشون تایید صلاحیت بشه قطعا با آرای بالا حتی اگر سید محمد شکست بخوره قطعا با آرای بالا شکست میخوره من اینو بهتون قول شرف آرای بالایی برای سید محمد جمع خواهیم کرد به یاری اهورامزدا همگی بایستی به یاری یکی از اشوان یکی از انسانهای نیک اهورامزدا یعنی سید محمد بشه تابیم و تا لحظه آخر حالا که خودش وایساد مرد و مردونه امضا داده سعید محمد نامرداشن میزنن زیر امضا دیگه نه ایشون مرد داستانه ایشون امضا داره تا آخر داستانم وای میسه ما مرد و مردونه باش پیمان حلقه مهر میبندیم تا آخر بازی هم باش هستیم و مطمئن باشید با آرای بالا حتی اگه شکست بخوره با آرای بالا شکست میخوره ما آرای بالا رو تضمین میکنیم در انتخابات رو به یاری اهورامزا به دور دوم میکشونیم و در دور دوم کار رو یکسری میکنیم و سعید محمد رئیس جمهور ایران خواهد شد به یاری خدا ولی اینا همه مستلزم اینه که تا دو سه روز دیگه ایشون تایید صلاحیت بشه که الان تحلیل الان من واقعا با توجه به نشریات و بانبازی ها و مافیا و زدبند های جناهی که امروز در روزنامه ها و حتی صدا و سیما دیدم رد صلاحیت ایشون الان نزدیک به 80 درصده من 20 درصد برای تایید صلاحیت سعید محمد و خیلی امیدوارم و دعا دعا میکنم اون 20 درصد رخ بده ولی 80 درصد از الان خودتون رو آماده کنید سعید محمد رد صلاحیت خواهد شد احتمال زیاد و یک واقعا گاف بزرگی میده شورای نگهبان اگر ایشون رد صلاحیت بشه دوستان شورای نگهبان ما نه تو خیابون میریزیم نه شلوغ میکنیم نه داد و بیداد میکنیم اصلا اعتقادی به این کارو نداریم چون نمیخوایم مملکت سوریه شه ما بریزیم تو خیابون بیچاره کی میخواد بیاد ما رو جمع کنه دوباره چهار تا از این بچه های گارد جاویدان و فلان و اینا اینا هم هموطن ما اینا میخوان بیان ما رو جمع کنن ما اونا رو بزنیم اونا ما رو بزنن معنی نداره اصلا برادر کشیه صد درصد ما با آرامش کامل از الان هم بگم مملکتمون رو حواستون باشه مثل اسرائیل بدبخ نکنید که افتادن به جون هم و به هیچ عنوان در شرایط مملکت به هیچ عنوان هیچ کس حق نداره اعتراض خیابونی کنه به هیچ عنوان ما اعتراض خیابونی نداریم معنی نداره این قضایی ها ولی اگر سعید محمد رد صلاحیت بشه من اگه ایشون تایید بشه بخواد بکشه کنار اینا میگیم خب آقا به خودتون مربوطه من شخصا میکشم کنار ولی اگر سعید محمد رد صلاحیت بشه این یک توهین بزرگی است و بر ما حداقل من با بچه انقلابیا کار ندارم ولی بر ما ایران پرستان واجبه که شخصیت خودمون رو حفظ کنیم و این انتخابات رو در اون صورت که اگر ایشون رو با یک وقاحت کامل رد صلاحیت کنن ما رسما باید این انتخابات رو تحریم کنیم به خودشون مربوطه دیگه برم به خودشون به خودشون رأی بدن الانم بگم این تحریم انتخاباتم مبنی بر عدم مشروعیت نیست اصلا مشروعیت هیچ ربطی به انتخابات نداره چون نظام میخواد بگه مشروعیت من به انتخاباته این نظام حاصل خون شهداست هیچ ربطی به این داستان ولی بچه ما شخصیت داریم شما اومدی یه تو مملکتی که نخبه مملکتش در این سر در فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا رد صلاحیت بشه انتظار دارید ما بیایم وسط رأی بدیم شرمنده تونیم عاشقتونم دمتون گرم برنامه توجه کردید همتون به خدای بزرگ میسپارم بدرود